سوال هندسه 11 در کنکور 98. بچه ها هندسه پایتون خیلی محدود شده به نسبت نظام قدیم. ما شاید یه زمان به نظام قدیمی ها میگفتیم آقا اگه کارات مونده تو بقیه یه فصلا، حالا هندسه رو بذار اولویت آخر، اونم نه اینکه حذفش کن، ولی واقعا هندسه شما ارزش حذف کردن نداره. یعنی اهم ماجرا یه تالس تشابه که اونم عملا یه چیز دیگه و یه رابطه طولی تو مثلث قائم‌الزاویه، حیف به خدا. بعد اصلا سوال میدن تابلو. یه چیزی راجع به همین سوال بهت بگم، صحبت از یه زوزنقه ای کرده. خب اصولا بچه حضوره یه کلمه کلیدی، یه جمله کلیدی، یه جمله طلایی، حضوره چهار ضلعی هایی که حداقل دو ضلع موازی هم دارن، مثل زوزنقه یا حالا تو لول بعدی متوازی الاضلاع. اینا معمولا تو تستای هندسه وقتی حضور دارن یادآور تالسه. همیشه بچه ها میگیم آقا زوزنقه دیدی معمولا پای تالس وسطه، اما بر مستطیل دیدی معمولا پای فیثاغورس و روابط مربوط به مثلث قائم‌الزاویه وسطه، چون مستطیل با رسم یه قطرش دوتا مثلث قائم‌الزاویه از توش در میاد. این هندسه رو اینجوری باید یاد بگیری. چی تو رو یاد چی بندازه؟ آقا این سوال دست گذاشته رو زوزنقه، زوزنقه از ابعاد تابلوی حضور تالس در مثلث و اصلا شخص زوزنقه که یه عالمه نکات معروف و خیلی تابلوی داره که از تالس براش نتیجه میشه و هر معلم ریاضی به بچه میگه اینو. از جمله این حرفی که در این تست زده شده، بچه ها این که توی زوزنقه ما یه پاره خط بکشیم که وسط ساخ ها رو به هم وصل کنه، به خدا اینو همه معلم ها میگن، تو همه کتاب ها هم نوشتن که آقا این آدم میانگین دوتا ساخ میشه، میانگین اصخایی میکنم دوتا قاعده ها میشه. یعنی اگر اسم قاعده ها رو من A و B بذارم، آقا هر موقع وسط ساخ ها رو به هم وصل کردم، ببین زرت باید بگی یا C میانگین A و B، سری بنویس C میشه A به اضافه B تقسیم بر دو، یا در واقع دو C میشه A به اضافه B. این خیلی تابلوه ها، همچین سوالی دیدی شک نکن باید رابطه رو بنویسی. حالا یه رابطه داریم با سه تا مجهول، چیزی از توش در نمیاد، باید حرفای دیگه هم زده باشه. زده میگه مساحت زوزنقه اصلی به دو قسمت به نسبتهای یک و دو تقسیم میشه. بچه آره دیگه، یعنی زوزنقه گنده شده زوزنقه دوره با این زوزنقه پایینیه، یه کوچیکتر به یه بزرگتر. میگه نسبت مساحتهای اینا یک به دوه. خب نسبت مساحت ها اینا رو بنویسم، قاعده ها رو میخوام که نامگذاری کردم، ارتفاعشون هم میخوام دیگه. مساحت زوزنقه چی بود؟ تو رو خدا نگی قاعده کوچک به اضافه قاعده بزرگ. من نمیفهمم این چی میگید، الکی خودتون رو کند میکنید. به خدا همین چیزای کوچیک تاثیرگذار سر جلسه، قاعده کوچک به اضافه قاعده بزرگ. بابا زوزنقه دو تا قاعده داره، یکیش کوچیک یکیش بزرگ، چیکار داره؟ بگو جمع قاعده. چرا حرف میزنی؟ آقا جمع قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم به دو، پس ارتفاع هم برای من مهم، من این ارتفاع این ارتفاع این. امیدوارم موافق باشی که چون این وسط کشیده شده طبق تالس دیگه اصلا نوشتن نداره، قطعا اندازه این ارتفاع ها با هم برابره، پس تو نسبت مساحت اینا که من بخوام بنویسم ارتفاع حذف میشن. بچه بریم، جمع قاعده ها میشه A به اضافه C ضرب در ارتفاع تقسیم به دو، دوباره مساحت پایینیه چی میشه؟ جمع قاعده ها ضرب در ارتفاع تقسیم به دو. انگار تقسیم به دو ها رو از صورت و مخرج زدم، ارتفاع رو از صورت و مخرج زدم، ننویس انقدر. خب اینم که قراره بشه چقدر؟ گفته یک به دو دیگه، قراره بشه یک به دو. خیلی خوب شد، خیلی خوب شد. نسبت قاعده ها رو میخواد، نسبت آبوی رو میخواد. بچه ها پس قاعدتا باید سعی کنید که الان سی حذف شه تو این روابط که شما بتونید نسبت آبوی رو پیدا بکنید. علل حساب یه طرف این وسط این کنن، بی به اضافه سی میشه دعای به اضافه دو سی، پس بی میشه دعای سی بره اون وره، دو سی کم شه به اضافه سی، سی هم که اینجا دارم دیگه، آیه به اضافه بی دوم، چی میخواد دیگه آدم از خدا؟ خب به جای این سی هم میذارم آیه به اضافه بی دوم. بچه درگیر کس نکنید خودتون رو، یه ضرب در دو کنید، این ور میشه دو بی، این میشه چهار آ، اینم مخرجه میره میشه آیه به اضافه بی، آ یه طرف، بیا یه طرف، بیه بیاد این ور کم شه بیه، اینا با هم جمع شه پنج آه. پس نسبت آ به بی یا بی به آ مهم نیست، چون فقط یه طرف قضیه تو گزینه است، یه پنجمه، نسبت یک به پنجه، گزینه دو درسته. تست هندسه پایه بودا که هر کسی نمیزنه. چی داشت مگه؟ یه رابطه خیلی تابلو که همه جا نوشته،
با یه رابطه‌ای که خود صورت سوال به عنوان فرض به داده بود. اینقدر سخت نگیرید هندسه رو واقعا.